رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، سلام، بفرمایید. از آمریکا تماس میگیرم. خیلی انسان با ارزشمندی هستین، ممنون به خاطر برنامه خوبتون. لطف دارید، بفرمایید. ما یک پسر 9 ماهه و 9 ماه و 3 هفته داریم که تشخیص اسلیپ اپنیا، همون وقفه تنفسی رو از 3 ماهگی براش گذاشتن و گفتن که یکم صبر بکنیم که شاید این گذر زمان بهتر بشه، ولی خب توی 9 ماهگی دیگه چون بهتر نشد و توی این مدت هم اکسیژن مصرف میکرد، ما دیگه روز 21 جولای ایشون رو عمل کردیم به خاطر مشکل کوچیک بودن فک پایین و یه بیگ سرجری بود. حدودا 2 هفته توی بیمارستان به خاطر بحث ریکاوری بود. حالا سوالهایی که دارن اینه که الان خدا رو شکر بعد از این 2-3 هفته‌ای که از بیمارستان ما مرخص شدیم، خدا رو شکر به زندگی نرمال برگشته و اون دیگه راحت، یعنی شبا راحت خودش نفس میکشه. و اینکه اون حالا سوالهای من بیشتر در مورد خوابش و جدا کردن اتاقش و بحث اسلیپ ترینشه. و حالا اگر شما سوالی دارین. نه، من ببینید، اولا تلفن شما چرا یه ذره صداش عوض میشه؟ کار خاصی که مطمئنم نمی کنید، ولی یه مرتبه با یک، از شما از چه طریق با ما تماس گرفتید عزیز؟ من طریق موبایل، از گوشی موبایلم. اوکی، به هر حال نمیدونم چرا، مثلا چون از امریکا هست. ببینید عزیز، شما اولین قاعده خیلی مشخصه و اون این هست که ما قرار نیست با بچه هایی که کمی مختلف و متفاوتند به گونه ای که قاعده کلی است و مربوط به بچه های عادی هست رفتار کنیم. به همین جهت است که شما با توجه به اطلاعات کمی که من دادید، شما با یه موضوع بسیار مهم که ای بسا تو هزار تا چند هزار تا بچه یکم بیشتر پیدا نمیشه روبرو هستید. بنابراین اصلا قواعد و اصول دیگر رو هم با این احتیاط که واقعا متناسب با او هست یا نیست رو باید در نظر بگیرید. دوم، شما خودتون و همسرتون به خاطر آنچه که اتفاق افتاده تجربه بسیار سخت و تلخ و سنگینی از تولد فرزندتون و تو این 9 ماه و برحال چند روز داشتید. یعنی شما هم حال عادی و معمولی ندارید که بتونید رفتار درست رو که برخی از اوقات همراه با ناراحتی یا عدم رضایت بوده انجام بدید، چون یه مقدار هر دو زخمی هستید و در نتیجه باید مواظب خودتون باشید. اینکه شما از حالا به فکر یک خواب او باشید که مرتب و منظم بشه، اولا معلوم نیست بشه، بعدم این موضوع اهمیتی نداره. مثلا با توجه به مشکل ایست تنفسی یا سلیپ اپنیایی که میفرمایید، اینا موضوعایی نیست که شما بتونید بچه رو یه جایی بگذارید و ازش فاصله بگیرید و بخواید رفتار عادی رو که بسا بعد از 5-6 ماهگی با بچه ها داشت با او داشته باشید. بنابراین یه مقداری مانند آدمی که پشت فرمان نشسته و حالا در یه جاده پیچ در پیچ و حتی در خیابون ها حالا باید به راست بره، به چپ بره، این ور بره، اون ور بره، شما باید متناسب با شرایط و وضعیت اوضاع رو عوض کنید و فکر یه مقدار برنامه ریزی و آینده نباشید، مگر اون زمانی که اینقدر آشکار بهتون این فرصت و امکان رو میده. و من نمیدونم واقعا، اولا تأثیرات چون خوشبختانه کلامی نیست، یعنی در ذهنش به اون صورت چیزی نیست، یه مقدار واقعیت هاست که حالا چه بوده، تأثیرات بد و منفی خودش هم خواهد گذاشت هر اندازه که محدود باشه. اما مسئله خواب با این موضوع شما رو به یه جایی میرسونی که نمیتونید ازش غافل بشید و حالا نادیده بگیریدش. یعنی من فکر میکنم همچنان در این که در اتاق خود شما باشه، رو تخت خواب خودش باشه، اگر مسئله هست فعلا در تخت خواب شما ببینید، چون پسر بچه هست، نه اینکه اونقدر مهمه، ولی بیشتر در سمت شما باشه
ایام رو بگذرونید تا ببینید بعد از چند ماه چه حالی پیدا میکنه، چه موضوع و مسائلی برای او به خصوص برای او مطرح که ای بسا برای 100 تا بچه دیگه تا یک دونش هم نیست. این است که حساسیتتون نسبت به این که حالا ما باید کارا رو در جهت خوابش که کاملا به موضوع تنفسش مرتبطه و مسئله نفس کشیدن مهمترین مسئله به ویژه در دوران کودکی است به طور کلی برای انسان، ولی این زمان اینه که فقط مواظب و مراقبش باشید به گونه که خودتون فکر میکنید یک درسته بعد شدنیه، یا اگر احتمالا در هر مورد خاصی بهتون توصیه شده اون رو رعایت کنید، ولی اینکه شما بخواید دنبال قواعد و اصولی که در شرایط عادی برای بچه های عادی هست برید، هرچند آگاهی از اونها و تا حدودی از اونها به عنوان راهنما استفاده کردن رو توصیه میکنم، ولی باید بدونید که اگر قابلیت انعطاف نداشته باشید و اونجا که لازمه تغییرات و دگرگونی های رو با توجه به شرایط خاص فرزندتون انجام ندید، کارهای معمول و مرسوم میتونه خیلی مناسب یا مفید نباشه. اینه که بگذارید ببینید الان چه میکنه. الان اگر بهتون بگم موضوع خوابش الان چیه، شبها یک از چه ساعتی میخوابه، چه مدتی خوابه، کی بیدار میشه، شما هر دو چه نقشی دارید، آیا همچنان مادر به او شیر میدن یا از شیشه شیر میخوره، یه اطلاعاتی در این زمینه به من بدید کمی میتونه کمک کنه که من شناخت و آگاهی بیشتری داشته باشم. کامل کردن حرفای قبلم، این که ایشون از 3 ماهگی تا 9 ماهگی شبا اکسیژن مصرف میکرد و تو اتاق ما بود و ولی توی کریب خودش و مانیتور هم بهش وصل بود و خب ما کنترلش میکردیم که وقتی اکسیژنش میفته پایین یا بیدارش کنیم یا بغلش کنیم که اون حس خوب رو بگیره و ادامه تنفس رو داشته باشه. و بعد از این جراحی که انجام داد خدا رو شکر راه گلو باز شد و الان خدا رو شکر دیگه مشکل تنفسی نداره و فقط این که حالا این به هم ریختگی خواب خب قبلش هم بود و حالا با توجه به اینکه توی مثلا یه هفته گذشته فقط 2 شب حد اکثر 2 تا 4 ساعت یا 2 تا 3 ساعت تونست بخوابه، وگرنه هر 1 ساعت یا 2 ساعت بیدار میشه و حتما باید بغل بشه که آروم بشه و دوباره بخوابه. خب من اشکالی در این نمیبینم عزیز. شما ببینید عزیز، اون چیزی که گفتم این ماجرای نوازش و احساس امنیت و آرامش بهش دادن با توجه که آنچه بر او گذشته و حتی مغز در جهت درد یه واکنشی نشون میده، اما نرسیدن اکسیژن به مغز کاملا موضوعش متفاوته. بنابراین من هیچ دلیل نمیبینم که الان شما بخواید چیزی رو تنظیم کنید. مسیر مشخص، ما باید بتونیم حتی ممکنه مدت خوابش رو طولانی تر کنیم و با وجود بیداریش اگر بتونیم در ابتدا پاسخ یا واکنشی نشون ندیم، کوشش کنیم که نه چراغی روشن بشه نه حرفی بزنیم، بلکه شاید با یه نوازش خیلی کم کمکش کنیم که بخوابه. یعنی اگر هر کدوم از اینها شده نیست، نیست بیشتر از اون، ولی اگر فرض کنید آنچنان به مرحله هوشیاری میرسه و واکنشایی نشون میده و فکر کنید اگر در آغوش بگیریدش آروم میشه، با در آغوش گرفتش، الان به فکر این که من باید یه نظمی به خوابش بدم بعد از این تجربیات بسیار سنگین به نظر من جایز نیست. درست به ساده نیست که جراحی کرده و حالا همون فردا شما بخواید راهش ببرید یا بخواید احتمالا برای شما بدوه، نه، اون ای بسا یه ما طول میکشه تا بتونه این حالت عادی و طبیعی رو که حتی قبلا داشته دوباره پیدا کنه. به همین جاست که من دلم میخواد هیچ به فکر درست و غلط و خوب و بد اونقدر نباشید که فعلا شرایط رو به یه آرامشی برسونید، یک آسایشی خودتون و او پیدا کنید و درگیری نباشه. درست مثل بچه‌ای که بره مدرسه موضوع و مسئله داره، ولی در شرایط خود مدرسه هم داره. درسته نرفتنش خوب نیست، ولی فعلا صلاح در اینه که ما از آنچه که خوب و درسته بگذاریم.
برای که اون ظرفیت و توان برای انجام اون چیزی که لازمه رو نداره. و اینکه در مورد شیر خوردن، اینی که حالا وقتی که میخواد بخوابه خب مادرش بهش شیر میده و حالا اگر بیدار بشه سعی میکنیم که حالا بعضی وقتا من حالا چون برای تهیه کردن تقسیم میکنیم شبو، یا اینکه من با شیشه به شیر بدم و این وقت شیر خوردنش هم میخواستیم که یه ذره به واسطه این که مغزش حالا عادت بزنید شما میفهمونی هنوی بوده، شاید یکی از دلیل هایی که قبلا هر موقع بیدار میشده و مادرش به شیر میده که آروم بشه، الان شاید بیدار شدنش یک درصد دلیلش ممکنه این باشه که شیر میخواد. حالا ما همین برنامه شیرش رو ادامه بدیم یا برای شیر شد؟ نه، من دلیل نمیبینم. ببینید عزیز، ما قرار است که، باز تکرار میکنم، شما قرار این شیر شب هست بشه بعد از 5 ماهگی، ولی خب این الان به اینجا رسته شرایطش غیر عادیه. اگر شیر مادر هست و یا شیشه شیری که شما میدید قبلا شیر مادر دوشیده شده اونجاست، اون یه مسئله است. ولی اگر شیر خوش میدید که این مقدار ترکیب اینا بعضی وقت میتونه درست نباشه، برخی از وقت هست بعضی از وقت نه، شیر خشکی رو که مثلا اصلا به شبها بدید، بعد از یه مدتی کوشش کنید 10% 10%، نه تو شیر مادر، نه تو شیر مادر، هرگز در شیر مادر نباید آب ریخت، اما در شیر خوش شما 10% 10% آب بهش اضافه کنید، به طوری که یه چیزی بعد از 10 روز یا 12-13 روز، اگر 10% باشه، تقریبا دیگه او شیر نمیخوره، آب میخوره و حالا میشه آبش رو حذف کرد، برای که اون ارتباط یا نیاز یا وابستگی به شیر رو دیگه نداره. آب رو میشه همیشه حذف کرد. اون وقت حذفش کنید، پس در حقیقت شبها او رو از شیر گرفتید. حالا روز قصهش دیگری است، تا من فکر کنم 12 یا 14 ماهگی هم اشکالی نداشته باشه. بنابراین اون تغییر رو اگر بدید، گفتم راه حلی پیدا کنید، به تدریج در اون مسیرم حرکت کنید. ولی اگر مقاومت کرد و مخالفت کرد و ناراحتی نسبتاً سنگینی به وجود آورد، ازش بگذرید، چون شما باز گفتم در شرایط غیر عادی هستید. همیشه اینو تکرار کردم، ارسطوی جمله‌ای داره میگه ظلم و بیداد در این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم، ظلم و بیداد در این است که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم. بنابراین شما فرزندتون رو مساوی بچه های دیگه نگیرید، و با توجه به اینکه مثل یک کسی که قد و هیبتش به گونه ایست که لباس براش توی لباس فروشی ها نیست، باید خیاط اون رو به خاطر او درست کنه و به اصطلاح کاستم دیزاین باشه، شما هم اون رو به این گونه عمل کنید، ولی ذهنیتتون رو متوجه درست و غلط و خوب و بد بکنید، ولی نه مقدار زیادی حساس. حالا اگر مطلب دیگری هست که البته فکر نمی کنم اینقدر بخواید شما نگران این موضوع باشید. من خانمم میخواد باهاتون صحبت کنه. سلام. سلام، بفرمایید. وقتتون بخیر. ممنون از توضیحات مفیدتون آقای دکتر. همینطور که عرض کردین دقیقا ما یه شرایط خیلی سختی داشتیم، مخصوصا در طی عمل در توی ریکاوری پسرمون، و الان یکی از سوالای مهمی که برام پیش اومده اینه که حالا من سیدیو شما رو گوش کردم، ولی میخوام بدونم که من شیر مادر رو باید مثل بقیه بچه ها تا 14 ماهگی نهایت هم بدیم، چون پسرمون حدود 20 روز نتونست به خاطر شرایط اصلا شیر بخوره و خیلی سخت بود تا اینکه دوباره تونست با این سیستم فک جدیدش بتونه که شیر منو قبول کنه، و حالا که گرفته دوباره فکر میکنم خیلی سخت باشه که دوباره بعد 3 ماه دیگه این شکو بهش وارد کنیم که دوباره شیر من رو بهش، شیرم رو بهش ندم. نه صبر کنید، نه صبر کنید، صبر کنید عزیز. اولا آخه 2-3 تا موضوع اینجا مطرحه، یکی درباره دادن شیر از طرف خودتون، یکی دادن شیر به بچه هست که میتونه تا 2-3 سالگی هم ادامه پیدا کنه، چون نه شیر مادر بلکه بستا شیر خوش یا هرچه که نامش رو میگذارید. پس بنابراین بحث درباره خود شیر نیست.
از شیر گرفتن مربوط است فقط به مادر و بله امروز توصیه همون 12 تا 14 ماهه یا برای بیشتر 12. شما من میفرمایید یه تجربه مختلف متفاوت همون بحثی که قبلا با همسرتون داشتم و خودتونم راحت ترید و ضمنا مطلبی که میفرمایید اون حالا اگر دوباره به چیزی عادت کرد اون عادت رو نشکنیم و تازه بعد این پرسش مطرحی که بعد از گرفتن از شیرش باید چیکار کنید. اگر به تدریج فرض کنید که غذاهای نرم راحتی که مال بچه هاست رو خورده و اگر اون رو با اشتها میخوره و در نتیجه میشه کم کم موضوع شیر خوردن شد چه از طرف شما قطع کرد چه از طرف شیشه شیر که میشه کم کرد یا به مقدار کمتری رو به او داد، خب اینو عمل میکنید، ولی دلیلی نداره که وقتی که خودتون اون احساس خوب رو ندارید و در این حال هم فکر میکنید این بچه دوره سختی رو گذرونده، حالا فرض کنید بعد از مدتی تلاش و کوشش شما و خودش عادت کرده و به نظر میرسه از نظر تغذیه راحته، حتی اگر به من بفرمایید که برخلاف بقیه بچه ها که 12 ماه یا 14 ماه من شد 15 ماه، من حرفی ندارم، چون همطور که گفتم شما قراره یه مقدار اون فلکسیبیلیتی و قابلیت انعطاف رو با توجه به شرایطتون داشته باشید، ولی نه نگران موضوع باشید چون آسیب و خطر اصلی ازش گذشته و چون برفرض که هر موضوع و مسئله پیدا بشه الان براش کاری نمیشه کرد و راه حلی برای رفع مشکل یا حل مسئله نیست، اونو همین گونه که هست بپذیرید و خودتون به نوعی دل مشغول این موضوع ها و مسائل نکنید. ولی به نظر من اگر خودتون حس و احساستون اینه و بچه هم راحته، چرا که نه؟ و بعد اینکه برای حالا بعد از عمل، خب خیلی شرایط روحی بچه واقعا خوب نبود، ولی خدا رو شکر کلا بچه خیلی ایزیه و تونست خودش رو جمع جور کنه. ولی بالاخره اگر کار دیگه قراره که ما انجام بدیم برای اینکه اون حس امنیتش بیشتر به دست بیاد و خیلی تاثیرات منفیش برای آیندهش نمونه، ممنون میشم که اگر توصیه‌ای هست. ببینید عزیز، شما تکلیف مقدار زیادی روشنه. ما باید یه بالانس و توازنی بین ایجاد امنیت و آرامش، موضوع نوازش و استروک و مواردی از این قبیل مواظب باشیم، ولی باید تبدیلش به وابستگی و یا عادت و اعتیاد نکنیم. به همین جهت است که اون اندازه مهمه و اینو بیش از همه خودتون میتونید تشخیص بدید. اگر کمی هم 10% 20% کمتر یا زیادتر بود، غالب اوقات مسئله نیست، با گذشت زمان میشه حلش کرد. چون من نگرانیم اینه که چون شما با به هر حال احساس بد و ناراحتی با تولدش و مشکلی که داشته روبرو شدید، خیلی بیش از حد عادی و بیش از حدی که حتی به خودتون مرتبطه نگران و مواظب و مراقبید نکنید. برای خودتونم این رو تبدیل به یه اضطراب یا استرس و یا وسواسی نکنید در خصوص بچه‌ام. بعد نکته‌ای که فرمودید من دلم می‌خواد یه توضیح بدم. مطالعات نشون میده بچه‌ها خیلی خیلی مقاومتر و پرقدرت‌تر از اون چیزی هستن که جثه کوچکشون به ما میگه. یعنی ای بسا بلاهایی که سر کودکان، حالا چه در دوره نوزادیشون تا 1 سالگی چه بعدش میاد، سر بزرگسالا میامد ما میمردیم. بنابراین قدرتشون و تواناییشون برای سازگاری و یافتن یک گزینه‌های دیگری برای مقابله با مسئله که به صورت ناآگاه و خودکار صورت میگیره که در وجود بچه به نوعی کاشته شده و هست عمل میکنه. اینه که به هر حال آنچه که هست رو بپذیرید و اونقدر هم حساسیت به خرج ندید، مگر اون زمانی که موضوعی تبدیل به مسئله و مشکل میشه و باید حلش کرد. ولی شرایطی که کمی غیر عادی است یا مانند دیگران نیست و متعارف نیست رو به خودتون اذیت نکنید. اینه که حالا فرض کنید حتی در خصوص همه بچه‌ها، اینکه مادر یه موضوع تر یا یه مورد دیرتر فرزندش از شیر بگیره اونقدر بحثی نیست، مهم اینه که یه دفعه یا 6 ماه قبل یا 1 سال بعد این کار صورت نگیره که از حد عادی و معمول خودش خارج. اما اینکه شما بخواید کاری بکنید، مهمترین مسئله این است که
امنیت و آرامش رو حفظ کنید. شما میدونید فرض کنید که کودک انسانی به مقدار زیادی و باور نکردنی آمادگی این رو داره که بچسبه و جدا نشه و گفتم به مرحله عادت و حتی اعتیاد برسه تا 3 سالگیش و خب این در خصوص پسر شما هم صادقه. نتیجتا بالانس و توازن رو باید حفظ کنید که او هر زمانی که احتیاج به امنیت و آرامش داشت سراغ شما بیاد، ولی نه آنچنان در پر قوی امنیت و آرامش شما بمونه که زندگی عادی و معمولی که برای خودش چالش ها و تغییراتی داره رو نتونه به راحتی قبول کنه و تحمل کنه. بله متوجه منظورتون شدم، ممنونم. به هر حال امیدوارم این دوران بعد بگذره و شما بعد از این مدتی به آرامش برسید. بعدم اگر در سنین بعدیش علائم و نشانه هایی نشون داد که خودش نمایندگر یه موضوع و مسئله است همون موقع اقدام کنید، ولی معمولا در این سن چون مرحله کلامی نیست و تأثیر خاصی در آنچه که نظام باورهای اوست نمیگذاره یا برداشتهای او، زمینهای احساسی رو داره، حساسیتهایی ممکنه بعداً به وجود بیاد و ضمناً باید بسیار مطمئن باشید درجه حرارت مناسب باشه، درگیر هوای خیلی سرد و گرم نشه، هر چیزی که کمی مشکل تنفسی او رو با اشکال همراه میکنه نداشت باشه. چون باز جمله ما تکرار میکنم، موضوع انسان بیش از همه مسئله نارسایی اکسیژن به مغز و به هر حال اون ماده حیاتی است که برای زنده بودن و کارکرد کل بدن لازمه. اون همینقدر که مواظب باشید، فرض بفرمایید این سن و سال با توجه به اتفاقاتش معمولا یه زمینه برای استرنجر انگزایتی داره، یعنی استراب غریب ها، خب جایی نبریدش، مهمونی هم دعوت نکنید. بعدم قاعده اصلی سلامت روانی کودک نه تنها در 1 سال تا 2 سالگی و از قد حتی کمی هم بیشتر یک دستی یک نواختی است. کودک از اینکه فقط و فقط با پدر و مادرش باشه یا حتی با مادرش باشه هیچ آسیبی نمیبینه. هیچ وقت تنوع و آشناییش با چیزهای مختلف و متفاوت است. اون میاد اون زمانی که توانایی تفکیک و تشخیص رو داره. الان مطرح نیست. بنابراین همینقدر که محیط رو آرام کنید، همینقدر که هیاهویی نباشه، همینقدر که او رو به هر دلیلی که ازش فاصله میگیرید یا اتفاق میفته ناراحت و نگران نکنید کفایت میکنه. قرار نیست بیش از این بخواید خودتون رو آزار بدید و خوشبختانه اون اکولبریوم یا بالانس یا تعادل و توازنی که کودک برای زنده موندن داره آستانه نیازش خیلی خیلی کمه. فقط یه توجه کلی میتونه کمکش کنه که آروم بگیره و راحت و آسوده باشه تا بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته که اگر این ایام رو بگذرونه، چون هیچ چیزی به اون صورت در حافظه و خاطراتش نمیمونه، تنها چیزی که هست یه مقدار واکنش های حسی میتونه باشه به برخی از چیزها که اونم خیلی راحت بعدن میشه به نوعی حساس زدائی کرد، یعنی سیستم دیسنسیتیزیشن رو میشناسیم اگر موضوعی پیدا شد، اگر که معمولا هم پیدا نمیشه. بنابراین شما تا زمانی که حال او خوبه حال شما هم خوب یا بهتر باشه و این موضوع پیدا شد حلش کنید، ولی دنبال مسئله و مشکل و نگرانی مربوط به کنجکاوی بیش از حدتون و یا نگران آینده ابدا نباشید. بگذارید در مورد فرزند شما یه 6 ماهی بگذره همه چیز حالت عادی رو پیدا کنه، خود شما هم به یه ثبات و قرار و امنیت و آرامشی برسید. بعدم اونم به یه سنی آمده که حالا راه میره به کم کم شروع میکنه به یه دخالت هایی و یا بعدن حرف زدن هایی که اونجا باید کمکش بکنه که بتونه رشد عادی خوب خودش داشته باشه. ولی به هر حال خوشحال شدم با هر دوی شما صحبت کردم.